علی کریمی خیلی راحت پیروز قربانی رو جا میذاره، کلا پیروز قربانی راحت دریپ میخوره. علی کریمی از این بازیکن خیلی راحت عبور میکنه، خود کریمی حالا ضربه رو پای چپ میزنه که توپش از بالای دروازه به بیرون میره. سابقه دو بار گل زدن به تیم استقلال دار علی کریمی، چقدر راحت اینجا جا میذاره حسین کاظمی رو. نفر دوم پژمان منتظری است و این شده پای چپ که در چارچوب کریمی کم کار. علی کریمی تو بوده اختیار داره، موسن پتروویچ حرکت کرده، پژمان نوری هم هست، یه پا دو پا میخواد بزنه اونجا توپ جباری لحظه میگیره زاره برای آقای خداداد افشاریان داور چهارم تا لحظه دیگه میکنه زمین و میگه که چقدر وقت اضافه باید محاسبه کنه. ترکی کریم باقری تساوی در پروندهش ثبت شده. علی کریمی حرکتی رو آغاز کرده، علیرضا محمد راست بازیکن پرسپولیس حرکت را آغاز کرده. علی کریمی خودش پا به توپ میشه، علی کریمی کماکان توپ در اختیار داره، به تنهایی میخواد از همه عبور کنه که علی کریمی کلا همیشه کم میدوه، حالا این چند روز هم که مصدوم نبوده تمرین نکرده کمتر از همیشه میدوه. شرایط بازی چگونه پیش خواهد رفت؟ کریم باقری میندازه علی کریمی، اعلام خطا و کارت زرد که داره به امیرآبادی نشون میده. چهارمین بازیکن اختیار این دیدار هست علی کریمی. علی کریمی حرکت رو آغاز کرد، یکی دو بازیکن عبور میکنه، خود کریمی خطرش انجام نه. علی کریمی از جانواری عبور میکنه، خود کریمی پا عوض میکنه، ضربه به پای چپ میزنه که تو بشه به کوشکی با. علی کریمی از بازیکن عبور میکنه، خود کریمی سانش انجام میده، یه پاس عالی، موقعیت بطور گفت پای راست به بی علی کریمی تو با عمقی میندازه برای قرنوی. محمد منصوری، علی کریمی، کاظمی لحظه تو پس هم میذاره، خود علی کریمی من تیوازی رو به خوبی عوض میکنه، دست هم تراس علی کریمی پشت محوطه جریمه، کریمی ساندش عالی انجام میده روی دروازه و تو براهی کورنر میکنن به صفر هم تیم استقلال. علی کریمی میندازه پتروویچ، ارتباط قطع میشه، دوباره خود کریمی اونجا مجید کامل نشسته روی زمین خوابیده، بازی رو دنبال میکنه کریمی و ایوان پتروویچ رو پای چپش میاره، سانچو انجام میده، یک ضربه سر پرسپولیس زد حمله به تیم شکل گرفته، مازیار زاره برای علی کریمی میندازه توپا، خود کریمی یه حرکت زیبایی به نام خدا. خانم ها آقایون ما سلام، با یکی دیگر برنامه خط قرمز در خدمتتون هستیم. ممنون که برنامه خودتون انتخاب کردید. لیگ برتر فوتبال کشورمون امروز ادامه پیدا کرد، همونجور که تیزر برنامه‌مون دیدید همه لیگ تحت شعاع دربی پایتخت پرسپولیس استقلال کمتر از 48 ساعت دیگه بازی دارن. تیزر برنامه هم امروز به احترام طرفدارای استقلال و پرسپولیس یه هایلایتی از صحنه‌های عجیب و باور نکردنی دریبل‌های علی آقای کریمی انتخاب کردیم. آقای کریمی ببخشید که قدرتون رو ندونستیم، ببخشید که شما ایرانید، اگر هر ملیتی دیگه ای داشتید شاید میتونستن یه تندیسی ازتون درست کنن، ولی تو ایران قدر شما رو نمیدونن. با مهم هم نیست، استقلالی یا پرسپولیسی، علی کریمی ملی پوش رو عرض میکنم. لیگ کشورمون امروز خیلی داغ بود. پیکان 6 تا زد به ماشین سازی بعد از هفته ها ناکامی. حاج حسین فرکی امروز تیمش رو جمع جور کرد، تیم رسول خطیب رو در تهران 6-2 برد. فولاد با جواد نکونام در مشهد تیم پدید خودرو رو 1-0 برد که نتیجه جالبی برای بالنشین ها، خبر خوبی هم خصوصا برای پرسپولیس. تراکتور امروز 1-0 گلگوهر رو برد. سپاهان امیرخان قرنوی هم با 2 امتیاز حساس و در مقابل با نفت مسجد سلیمان از دست داد. شاهین بوشهر 2-0 باخت. شاهین از لحظه های هفته های اول زنگ خطر براش به صدا در اومده برای ادامه این لیگ. من فکر میکنم که
به زودی در شاهین تغییراتی خواهیم دید. پارس جم امروز نتیجه خوبی گرفت در شهر خودش، سایپای سرحال ابراهیم صادقی مربی جوان و با اخلاق فوتبال کشورمون 3-2 پارس جم به موفقیت رسید. به هر حال پارس جم هم چند هفته بود که نتیجه خوبی نمیگرفت. صنعت نفت و زوباهن هم که 1-1 کردن با هم، زوباهن توی نوار مساوی هاست ولی گل بازی های قاره آسیا پس فرداست. پرسپولیس استقلال قبل از هر چیز آرزو میکنیم و دعا میکنیم که هیچ تلفات جانی تو این بازی نداشته باشیم، مردم با آرامش بیان، با آرامش بازی رو تماشا کنن. البته امروز خبری اومد که کمیته انضباطی فردا تشکیل جلسه میده برای کارت، برای تصمیم گیری برای محرومیت کارت زرد فرشید اسماعیلی. فکر می‌کنم که اگه قرار بود که تصمیم گیری بکنن بهتر بود که قبل از این می‌کردن. کلا فدراسیون فوتبال 6 طبقه است. آقای حسن‌زاده همچین میگه رفته دفتر دبیر کل، اومده دفترمو که انگار مثلا یه شهر فاصله دارن. کلا 6 طبقه است، میتونستن همون بعد از بازی اعتراضی که به دست میارن به دستشون میرسه بعد از اون تصمیم گیری بکنه. حالا 24 ساعت قبل از بازی اگر محرومیت برطرف بشه بلتر خود ایجاد تشنج میکنه برای تماشاگر پرسپولیس. الان هم که اعلام کردم میخوایم تصمیم گیری بکنیم، این حق و طرفدار استقلال میدن به خودشون که فرشید اسماعیلی باشه تو این بازی. البته یه جورای پرسپولیسی هم خوشحال میشن، یه جورایی هم استقلالی خوشحال میشن برای بودن یا نبودن ایشون. تو والیبال کشورمون امروز ما بردیم رفتیم فینال، فینال تکراری رو داریم، با بازی تکراری داریم با استرالیا که قطعاً به امید خدا استرالیا رو می‌بریم. اون یه دونه بازی هم که باختیم فکر کنم بچه‌ها خودشون حوصله نداشتن بازی کنن. امروز سعید معروف هم بعد از بازی دوباره قرش کنان حمله کرد و البته این بار واقعا به حق حمله کرد که از فدراسیون بیدر پیکر هیچ انتظاری نباید داشت. رو برنامه هم که خدمت آمرسا شیاری ملی پوش اسبق والیبال و مربی حال حاضر تیم ملی آمریکا بودیم عرض کردم خدمتون والیبالیست ها شرط سختی دارن، نزدیک 120 هزار دلار طلب دارن، از نفری طلب دارن از فدراسیون والیبال و این تحریم ها هم بهونه است دیگه، به هر حال بهونه میارن که تحریمیم و پول نمیتونیم بگیریم. عطری هم امروز تو کشتی آزاد با جدال نفسگیر تو ثانیه های آخر به پیروزی رسید، سهمیه المپیک گرفتیم. علی کریمی هم این علی کریمی ها همه جا ترکوندن، علی کریمی کشتی آزادمون هم همه رقیباشو با اختلاف 8-10 تا برد و رفت فینال، به امید خدا طلا میگیره. حسن یزدانی پلنگ ایرانی هم که قرعه کشیش انجام شد، امیدواریم که تو برنامه دوشنبه که داریم قطعا دیگه با طلای حسن یزدانی هم به امید خدا پوز خواهیم داد. توی نوجوانان هم تیم ملی نوجوانانمون نتیجه خفیف 2-1 فلسطین رو بردیم، ولی به هر حال بازی اول هم که مالدیو برده بودیم 6 امتیاز داریم، بازی آخرمون با افغانستان که اونم به امید خدا میبریم و از این مرحله میریم بالا که با درایت حسین عبدی و کادر فنیش به خصوص ممرز و مهدوی عزیز و تحصیل کرده و مربی کاربلد قطعا تو وقتی که مدت بیشتر تیم در اختیارشون باشه میتونن رد پای بهتری از خودشون بزن. میریم یه گزارش کوتاه میبینیم برمیگردیم راجع به این گزارش صحبت میکنم و میریم سراغ مهمون. داریم چه مهمونی به قول مهران خان مدیری. بریم گزارش رو ببینیم برگردیم، من یه دقیقه راجع به گزارش صحبت میکنم. خدا رو شکرم که تونستم بعد از سالها برای ایران در دسته سبک وزن یک مدال برقرار بیارم و پرچم ایران رو در این کشور بالا ببرم و بسیار خوشحال هستم و امیدوارم که شما هم از این افتخاراتم خوشحال شده باشید. من در اون مسابقه که میخوام خدمتتون صحبت کنم در حرکت یک ضرب با توجه به اینکه چندین کیلو از وزنم رو کاهش داده بودم در طول این چند ماه نزدیک 10 کیلو و در شب مسابقه هم نزدیک به 2-3 کیلو از وزنم رو کاهش دادم، واقعا بدنم کم آورده بود در یک زن، نتونستم عمل کرده خیلی مناسبی داشته باشم و به رکورد هایی که در نظرم بود نرسیدم. یعنی خدا رو شکر در دو زر که تخصص دارن تونستم رکورد قابل قبول رو ثبت کنم و به وزن 149 به مدال نقره جهان دست پیدا کردم و حرکت آخرم 155 رو هم اگر بالای سر می بردم میتونستم به مدال مجموعم دست پیدا کنم که بازم خدا رو شاکرم که این افتخار به دست اومد برای ایران. میخوام تشکر کنم از ریاست فدراسیون آقای مرادی که در طول این چند ماه در برگزاری اردوها خیلی زحمت کشیدن و همچنین من این مدال رو مدیون آقای برخا هستم
که منوی استعدادیابی رو انجام دادم. من و چند ماه پیش با اینکه رکوردهای بالایی نداشتم به اردوی تیم ملی دعوت کردن و تونستم در اردو پیشرفت کنم و خودم رو به سطح جهانی نزدیک کنم. بسیار تشکر دارم از ایشون و کادر فنی و همچنین میخوام مدار رو تقدیم کنم به پدرم که چندین سال برای من زحمت کشیده، در نه فقط به عنوان مربی در شهرستان دالاهور بلکه در هدایت من به این سمت و کل اموری که تو زندگیم داشتم به من کمک کردن. این مدار رو تقدیم میکنم به ایشون و همچنین تمام کسایی که با شادی و خوشحالی ما اونا هم خوشحال شدن. ممنونم. خب دو روز پیش حافظ قشقایی مدال سبک وزن جهانی گرفت و وزن برداری، مدالی که چیزی بیش از 5 دهه بود ما در انتظارش بودیم. علت اینکه این گزارش این برنامه و ویژه برنامه دربی این گزارش رو پخش کردم، یکی این یه تقدیر کوچک از طرف برای بچه های تلویزیون امید ایران از فدراسیون وزن برداری و حافظ قشقایی عزیز و از علی مرادی رئیس فدراسیون که به هر حال با این استعداد یابی کرده دیگه معلومه دیگه از شهرستان رام هرمز این ستاره رو کشف کرده و اینکه نوید روزهای بهتری میده. موضوع دومش هم این بود که بزرگی میگفتش که خیلی خوبه آدم از خودش رد پا داشته باشه، دنیا همش برای خوردن و بردن نیستش. یه سری آدم ها هستن خودشون رد پا دارن، حالا قطعا شما هم میشناسید هر کی به اندازه خودش چند نفری میشسته، من هم چند نفری میشستم، مثلا مدیر شبکه تلویزیون امید ایران و همسرش شاید راضی نباشن من عنوان بکنم، ولی خیلی رد پا از خودشون دارم و کمک های چرا خاموشی به خیلی انجام میدن تو خیلی گوشه گوشه دنیا. در مورد رفتن تیم وزنه برداری کشورمون، این جوانو که امسال برای اولین بار 4 تا خانوم هم تونست بره مسابقات جهانی، آی پای موز و همسرشون خیلی زحمت کشیدن حمایت کردن از این تیم، کسانی که اصلا اسمشون نمیخواد باشه، دوست ندارن اسمشون باشه، ولی قلبشون میتپه برای کمک کردن به ایران و ایرانی و اینکه خوشحال میشن از اینکه همه ایرانی ها شاد باشن. دمشون گرم. علت اینکه این ویدیو رو پخش کردیم صرفا برای این بود. به هر حال امروز ویژه برنامه دربی داریم، ضربان قلب من بالاست، من قبل از 48 ساعت مونده به دربی. حالا من خودم فوتبالی ام ولی نمیدونم این بازی چرا انقدر استرس دارم، چون که فکر میکنم دربی خوبی از آب در بیاد. ما تفکرات کالدرون هم نمیدونیم، استراماچونی هم نمیدونیم. استراماچونی به هر حال دربی ایتالیا رو تجربه کرده، بازی اینتر و آس میلان قطعا به پرسپولیس سوال خودمون نمیرسه، ولی جزء بازی بزرگ اونجا هم قرمز آبی بازی میکنن که اتفاقا کارنامه درخشانی هم از خودش در دربی ها به جا گذاشته. کالدرون هم که مربی با تجربه است، آرژانتینی هم هست، به هر حال میگن پرسپولیسی ها چون که دربی بازتر دارن تو تیمشون شانس و موفقیتشون بیشتره، ولی یه جمله معروف هست که میگن که بازی پرسپولیس سوال رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه، فقط روز بازی مشخص میشه کدوم تیم سرالتره. به هر حال امیدوارم که تماشاچی بازی پرگل و خوبی رو ببینه، به هر حال خوشحال باشن. مینیم گزارش میبینیم، برمیگردیم با مهمان عزیز هم برنامه‌مون همراه هستیم. رحمتی، حالا جباره پاس در عمق، موقعیت برای فرهاد مجیدی، وارد منطقه جریمه میشه فرهاد مجیدی و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال. یه سوپر گل از فرهاد مجیدی، چه موقعی گل میزنه این بازیکن. استقلال یکی جلو میفته در وقتهای تلف شده این مسابقه، یه توپ سالم بهش رسید و اون رو وارد دروازه کرد. استاد استفاده از این پاسهای در عمق فرهاد مجیدی و استقلال برای سال 84 داره داربی رو میبره. سومین گل فرهاد مجیدی در داربی هاست. نگاه کنید چقدر خوب حرکت کرد، از قفلت مدافعان پرسپولیس استفاده کرد، پای چپ هم ضربه‌اش رو زد به تیم بالا از سمت چپ، توپ فرستاده میشه روی دروازه، یک زد میرسه و توی دروازه، توی دروازه. آرش برهانی حساب کار رو 1-0 می‌کنه برای استقلال. استقلال 1-0. آرش برهانی از تک موقعیت خودش نهایت استفاده رو برد. آبی پوشان حاضر در ورزشگاه، سر از پا نمی‌شناسن. آرش برهانی حساب کار رو 1-0 می‌کنه. بهترین گلزن این فصل استقلال، روند خوبی در گلزنی داره. رحمان احمدی
مغموم و ناراحت و این هم خوشحالی هواداران آبی گوش. یه بار دیگه با هم نگاه کنیم تو سمت چپ روی دروازه فرستاده میشه، آفساید هم پر کرده بود حمیدرضا علی عسکری در دروازه دروازه قرار میگیره سانتا مهدی امیرآبادی. این ضربه سر قشنگه کرم جباری فرصت خوبی داره به یک بازی ساز این برابر میدابودی، حالا میدابودی موقعیت برای زدن توپ که میزنه برگشت توپ، یه بار دیگه فرصت، فرصت توی دروازه، بازم پرهاد مجیدی، بازم پرهاد مجیدی گل میزنه برای تیم استقلال. گل‌های پرتعداد مجیدی به پرسپولیس در سال‌های اخیر واقعا حالا باعث شده محبوبیت فوق‌العاده‌ای در نزد طرفداران تیم استقلال پیدا بکنه. در اون بازی که 2-1 با گل کریم باقری پرسپولیسی ها بردن مجیدی گل زد. دو فصل پیش، فصل پیش هم که هر دو گل بازی های رفت و برگشت رو به ثمر رسوند. خب تیتراژ برنامه‌مون صحنه های جادوگری علی کریمی بود، بعد به احترام پرسپولیسیا الان رفتیم سراغ استقلالیا. پرویز خان مظلومی، پرویز سوبله چوبله، اون چهار تا بازی به یاد ماندنی پشت سر هم که استقلال برد یه نتایج خوبی به جا گذاشت. یادتون باشه برنامه‌ای که ناصر خان محمدخانی مهمون برنامه‌مون بود صحبت می‌کردیم راجع به اون دهه از بازیکنان که هولوش سال 52 53 تا 55 قبل از انقلاب اوج جوونیشون بود تا اواسط دهه 70 که ما فوق ستاره هایی تو فوتبال کشورمون داشتیم که اونایی که فوتبالی قدیمیان میدونن که هر کدومشون اگر الان بودن دیگه بیکیفیت تریناشون شاید فکر کنم با این قرارداد در 15 میلیارد میگرفتن، ولی تو اون تیم ناصر محمدخانی و عبدالعلی چنگیز و حمید علیلوسی و شاهرخ بیانی و اینا کسایی بودن که شاید میتونستن که تو تیمای بزرگ اسپانیا و انگلیس و آلمان بازی بکنن. عجیب غریب بودن، میگم تو اون دورانی که جنگ و تحریم و هزار تا گرفتاری بود، زمینای بی کیفیت و شب بازی هتل نبود و با آبگوش می اومدن 3000 نفر می آوردن تو استادیوم. امروز روز خیلی خاصیه برای خود من از نظر شخصی که افتخار اینو دارم که با یه بزرگی هم صحبت میشم که هم پرسپولیسیا خیلی دوستش دارن هم استقلالیا خیلی دوستش دارن. قبل از برنامه صحبت میکردیم، گفت من همه چیز از استقلالیا دارم ولی پرسپولیسی هم خیلی دوست دارم. شاهرخ خان بیانی. شاهرخ خان سلام و عرض ادب. قربون شما برم، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکارانتون، تمام مردم ایران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنونم از شما، افتخار دارید. میدونم که تو مسیر بودید، قبول زحمت کردید به خاطر اینکه به هر حال تایم برنامه‌مون با تایمی که شما ترکیه تشریف دارید از سر کار برمیگردید خونه. به هر حال ممنونم ازتون. شاهرخ خان قبل از دربی نمیدونم پرسپولیسیا بیشتر یاد شما میافتن یا استقلالیا، ولی همه یاد شما میافتن دیگه، چون که هم اونوریا خیلی دوستتون دارن هم اینوریا. بازی سه هیچ معروف اومدید دوتا گل زدید و اون سال اتفاقا تک سالی که شما ترانسفر شدید به پرسپولیس، پرسپولیس قهرمان شد. کمتر از 48 ساعت دیگه دربی پایتخته، فکر می‌کنم دیگه خسته شدن ازتون سوال پرسیدن، درست آقا؟ چطور می‌بینین بازی رو؟ خب بازی استقلال پرسپولیس یه به قول معروف یه هیجان خاصی داره، چون طرفدار زیاد داره تو مملکت ما، اسمش هم بودشن دربی، به خاطر اینکه تو هر خانواده ای دو تا استقلالیه، دو تا پرسپولیسیه، سه تا پرسپولیسیه، دو تا استقلالیه، به خاطر این دیگه بچگی با این بازی ها بزرگ میشن، به خاطر این دیگه کوریایی هستش تو خانواده با هم دیگه میخونه، اون میگه قرمزته، اون میگه آبیته، به خاطر این بازی حساس میشه تا یک ماه دو ماه یا اول فصل مثلا منتظرن همه که چه تاریخی مثلا بازی استقلال پرسپولیس شه، به خاطر اون هیجانش و به خاطر اون کوریش و به خاطر اون شرایط بازیه، به خاطر این حساسیت تو تمام خانواده و مردم ما هستش، نه که الان باشه، از قبل بوده، نسلایی که قبل از الان هم که دیگه نسل جدیده
به خاطر این هیجان هستش دیگه، همه منتظر این بازی هستن. دقیقاً ما افتخار اینو داریم که با شاروخان بیانی ادامه میدیم، ولی چون که میدونم تازه از راه رسیدن به منزل، یه مقدار از ماشین برسن خونه یه جاشون جای مستقر بشن، یه رسید آقا ما یه گزارش دو دقیقه‌ای میبینیم که شما سرحال‌تر بشید، با شما ادامه میدیم. اگه دوستان اتاق فرمان لطفاً گزارشو ببینیم، برمیگردیم با شاروخان ادامه میدیم. البته یاد فکر میکنم که پرسپولیسیا بهتر یادشونه اون سالی که شاروخ بیانی اومد پرسپولیس و اون بازی رو 3-0 پرسپولیس برد و دو گل شاروخان زد. بعدش برگشت استقلال، یه جورای دلجویی کرد از هوادارهای استقلال، ولی یه جوری شد که یه سری بازیکن داریم که شاید توی رفتن به استقلال و رفتن به پرسپولیس چند نفر دیگه بودن، حالا منفور شدن توی تیم دیگه، ولی واقعا شاروخان و پرسپولیسی هم خیلی دوستشن. حالا ما که دلیل نره پرسپولیسی باشیم یا استقلالی رو معرفی عنوان کنم تو دل خودمه، ولی اینکه میدونم که پرسپولیسی و شاروخان خیلی زیاد دوست دارن. میریم گزارش رو میبینیم اگر آماده باشه، اگر نه که با آقای بیانی ادامه بدیم. حرکت نوری توپ رو جا میذاره، خودش میره جلو، توپ رو با یه خوب از رحمتی، حالا جباره پاس در عمق، موقعیت برای فرهاد مجیدی، وارد منطقه جریمه میشه فرهاد مجیدی و توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال. یه سوپر گل از فرهاد مجیدی، چه موقعی گل میزنه این بازیکن. استقلال یکی جلو میفته در وقت تلف شده این مسابقه، یه توپ سالم بهش رسید و اون رو وارد دروازه کرد. استاد استفاده از این پاس‌های در عمق فرهاد مجیدی، استقلال برای سال 84 داره داربی رو میبره. معمول هست که بفرسته توی در حسین پاس ضربه سرنگه پروین، حالا مراغوچیان پروین و بیزاره سر می‌ذاریم با یک گل برای پرسپولیس، برای چنگیز می‌فرسه برای روشن و می‌زنن و اینجا فرصت داره که توپ رو روی دروازه بفرسه، همین کارو می‌کنه، روی سر مظلومی و توی دروازه پرسپولیس، گل اول استقلال از ضربه پرویز مظلومی شکل می‌گیره و استاد رو یکی بسونه بیانی. بازیکن سابق خود استقلال پشت توپ است، ببینید به چه شکلی میزنه، دروازه رو داشته باشین، میزنه به زاویه مخالف حرکت ناصر اعجازی و گل برای پرسپولیس توسط یار 8 ناصر محمدخانی به توپ میزنه. حالا برای ده بیانی فرصت داره داور این میدون اعلام پنالتی میکنه برای یاران تیم استقلال، نامجو مطلق ضربه رو میزنه حاصل به دست میاد، فرصت برای تمجنزی توی شیر دروازه تیم استقلال میتونه به حساب کار رو یک به یک میکنه. خطر این بندگیری پشت این منطقه این پشت بدن فرصت برای مخالفت ضربه رو میزنه توی دروازه، توی دروازه این طرف رو میبینه میر احمدیان و پرس با برای پیروزی توی دروازه، توی دروازه دقیقه 12 یک توپ بلند از اون طرف خود دروازه رو بزنه در این طرف طرف تو میره و میشه توپ رو پرس برای سرکار حساب کار رو یک به یک میکنه، یک توپ از هل انوری
یک ضربه سرعرض در خواب خب اتفاق جالب این که امروز کشف کردیم که کارگردان محترم برنامه ما هم استقلالی هستیم که گزارش دوممونم سریع یکی دوتا از گلای فراد مجیدی رو دوباره نشون داد و اینا نه مفهوم من باب شوخی بود. با شاروخان بیانی داریم ادامه میدیم. شاروخان بهترین خاطره که دربی ها، البته خاطره خوب که زیاد داشتید با پیرن پرسپولیس با پیرن استقلال، ولی به یاد ماندنی ترین خاطراتتون چی بود آقا؟ بهترین خاطره من، خب ما سال 61 بود دیگه، خب من سال 56 اومدم تیم تاج بود، هنوز انقلاب نشده دیگه، من 15-16 سالم بود که با تاج قرار داد بستم دیگه، بودم که بعد انقلاب شد و سال 61 بود که یادتون باشه 120 هزار تا طرفدار اومده بودن. اصلا ما اومدیم تو زمین دور پیست استادیوم آزادی، آدم ها نشسته بود. آقا صحنه شو نشون دارم، پرویز خان گل زد، یک هیچ بردید آقا، درسته؟ بله بله، جوان بودیم دیگه، 20-21 سالمون، در تیممون خیلی جوان بود، یعنی فقط مسنمون مثلا سن بالامون یکی پرویز خان بود، یکی سعید مراغشان، بقیه همه جوان بودیم. رضا نرچیگر بود دیگه، واسه تون بگم سعید مراغشان بود، شاهین اون داداشم بود، تیممون خیلی جوان بود و اون خاطره ناصر خان بود. اون خاطره خیلی خاطره خوبی بود چون هیچ اتفاقی نه، یکیش ما بردیم و بعدش هیچ اتفاقی نیفتاد. و من بعد اون 13-14 تا بازی دربی بازی کردم، نه توهینی شنیدیم نه چیزی، هر کی تیم خودش رو تشویق میکرد و اون خاطره خیلی خاطره، چون تیم پرسپولیس از ما خیلی قوی تر بود ولی ما اون روز بردیم دیگه. حالا دیگه میگم این اتفاقات و بازی دربی میفته، لحظه های استفاده تیمی بکنه، یه موقعیت خوب داشتیم که پرویز خانم چه سری زد و دیگه اون خاطره خیلی خاطره خوبی بود، چون به خاطر اینکه مردم همه راضی رفتن از استادیوم بیرون و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یکی از بهترین دربی ها بود. شاروخان درسته که میگن مثلا الان استقلال 15ام جدول، پرسپولیس 6ام، ولی به دربی ربطی نداره جدول و آمادگی تیما، به روز بازی ربط داره، درسته این موضوع؟ دقیقا همینه. تو امروز هم من مصاحبه کردم گفتم بازی استقلال پرسپولیس همیشه این تیمایی که احساس میکنن رو کاغذ یا تیمی مثلا از ما بهترن یا مثلا پرسپولیس الان رو کاغذ خب هم تیمش بهتره، هم به قول معروف بچه هاش سابقه بازی تو پرسپولیس بیشتر از بچه هایی که الان اومدن داره، ولی تو اون بازی فقط شرط روحی روانیه و تیمایی موفقن تو این بازی ها که علاوز روحی روانی بتونن که اون روز خوب بازی کنن و تیمشون پاچی نشه، یا امکان داره دقیقه 5 مثلا یه گل اتفاق بیفته، حالا اینا بزنن یا اونا بزنن، این تیم اون شیرازش از هم نپاچه، این خیلی مهمه، یعنی بتونن که مدیریت کنن تو وسط زمین، حالا کاپیتان تیم بزرگ تیم بتونه تیمو جمع و جور کنه، چون این اصلا اتوماتیکال وقتی یه تیمی گل میزنه اون تیم میره این گلشو حفظ کنه، اون تیم میاد حمله میکنه، تو همه بازی‌های دربی اینجوریه، شما وقتی گل میزنی اصلا اتوماتیکال میای دفاع میکنی که گلتو گل نخوری، اونا میان که گلو بزنن، یعنی نمیخوام بازی این بازی بشم، به خاطر این هیچکی نمیتونه نتیجه رو پیش بینی کنه. ما خودمون 2-0 مثلا اون موقع من بودم با پرویز خان با تیم استقلال داشتم کار میکردم، 2-0 و مثلا هیچکی نمیدونست یهو شد بازی دقیقه آخر 3 تا اونا گل زدن بازی رو بردن. البته بین اون دوتا آقا یادتون باشه یه 2-3 تا تک به تک هم مشرب و جباری و یوسفی و اینا خراب کردن، یعنی همین آره. دارم میگم که خدا بیامرز منسوخان، خدا بیامرز آقای مهدوی کیا بود دقیقه آخر اومد تو زمین، بل. یعنی پرویز خان تیمو گفته بود بریم بزنیم مثلا 5 تا 6 تا بزنیم، یعنی اصلا شرایط بازی جوری بود که چند تا موقعیت بعد اون دو تا گل بعد می‌زدن، یعنی میرفت رو 4-5 شاید هم میرسید به 6 ولی بازی یهو عوض شد با یه تعویض اتفاق. میگم دیگه این ثانیه بازی ها خیلی مهمه، یعنی بازیکنی که میاد تو زمین بدونه که مثلا دقیقه 5 چجوری باید فوتبال بازی کنه، دقیقه 45 این تجربه است دیگه، دقیقاً یعنی میگم تو این بازی بزرگ بازیکن با تجربه میخواد. تا دوستان ما متأسفانه تیم استقلال الان بازیکن آنچنانی همه عوض شدن، تعویض شدن، جدید اومدن، حالا ان شاءالله که این بازی هم
کارت فنی خوبمون بتونن که این بازی رو خوب بازی کنن که ایشالا بتونن نتیجه بگیرن. تا دوستان گزارش بعدی آماده میکنم، من یه سوال دیگه از شاروخان برزم. شاروخان، همین نکته ای که شما فرمودید درست هم اشاره کردید، مثلا تیمی که امیر قلعه‌نویی سرمربیش باشه، شاروخ بیانی تو کادر فنیش باشه، یا حتی تو زمین باشه، اسمهای مختلف. حالا ما تو هفته پیشم دیدیم یه هو حالا باشگاه استقلال هم خودش بیانیه داد، مثلا وریا غفوری نمیدونم از تو چمدونش از تو ساکش از کجا بدون هماهنگی کادر مدیریتی و فنی 11 تا پیرن در آورد به عنوان کاپیتان تیم، گفت باید بپوشید. من عذر میخوام، وقت شما رو میگیرم. سوال من از شما اینه که تیم همین نشونه ها اینه که تیم یه خورده بزرگتر هم نداره دیگه، حالا از کادر مدیریت یا کادر فنیش هم یا کنار آقای استراماچونی یه اسم بزرگ نیستش که جز این کسایی باشه که تاریخ استقلال بهش احترام بذاره. این درسته؟ این نقیصه رو من دارم درست میگم؟ دقیقا شما درست میگی. منم خودم قبل از اینکه این اتفاق اصلا بازی ها شروع بشه، من چند دفعه مصاحبه کردم، گفتم تیم بزرگ بازیکن بزرگ میخواد. اصلا هیچ جای دنیا امکان نداره که شما یه تیم مثلا استقلال یا پرسپولیس یهو 17 تا بازیکنشو تعویض کنه. تمام تیم‌های دنیا، بارسلونا، رئال مادرید، نمیدونم منچستر، چلسی، در کل فصلی که تمام میشه 2 تا 3 تا بازیکن تعویض میشن. یعنی هیچ موقع اینقدر تعویض نداریم رو بازی. من نمیدونم مدیریت چی کار کرده بود که اینقدر تغییر تحول ما تو تیمم. اگه این تیم محلی بوده، تیم استقلال بوده، طرفدار داره، خود مهدی رحمتی شما نصف استادیوم طرفدار داشت، یا پژمان منتظری، اینا بازیکنهای بزرگ تیم ملی ما بودن. نباید اینا رو اینجوری یهو همه رو میگفتن برین شما مثلا یه سری دیگه بیان. امسال مثلا یکی دوتا خسرو مثلا فوتبالش تموم شده بود، خداحافظ، ولی منتظری میتونست استفاده کنه تیم استقلال. خود مهدی رحمتی یکی از بازیکنهای خوب استقلال، زحمت واسه این تیم کشیده بود. میگم اینا میتونن تو اون تیم خیلی کمک کنن به بازیکنهایی که جدید میان. الان خب این بازیکنهای جدید اومدن، خب قدیمی الان تو تیم ما نیست که بتونه مثلا بگه آقا اینجا استقلال لباسش قدمت داره، مثلا چند سال میتونی شما تو این تیم بزرگی، یعنی راه نماییش کنه. ما متاسفانه آقایون رفتن بدون کارشناسی، رفتن اینقدر تغییر تحول تو تیم ما دادن که اینا همه ضربه میخوره. چون شما هم نگاه کنید طرفدارا همه ناراحتن دیگه. تیم استقلال نباید اینجا جدول باشه تو 3 تا 4 هفته. دقیقاً همینه. ما با شاروخان مدیریتیه دیگه. دقیقاً. ما وقت شاروخان رو تقریباً 8 دقیقه دیگه هم مزاحمش خواهیم بود. اگر دوستان تا فرمان لطفاً گزارش بعدی رو ببینیم. 2 دقیقه هست دوباره برمیگردیم مزاحمای بیانیه هستیم. ساید و توی دروازه. سانتر روی دروازه. موقعیت و توی دروازه. توی دروازه. ایمان زاید. سانتر روی دروازه. فرصت. ایزان توی دروازه. توی دروازه. گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه حساب کارو 3-2 میکنه. در سمت چپ آلیشا، سانت بلند و روی دروازه، یه ضربه یه سر، حالا گل محمد نوری حساب کارو مساوی میکنه. پیرنش هم در میاره هادی نوروزی. سانت روی دروازه و توی دروازه. امید آلیشا حساب کارو 2-1 میده. اون پیرنشو در میاره. علی شاه میره کنار و نوروزی این بار به شکل پاس میفرسته توی دروازه. گل برای پرسپولیس. دروازه استقلال باز میشه و نتیجه حالا با گل علیپور 1-0 به نفع تیم پرسپولیس میشه. بنگر شات روی دروازه، یه موقعیت برگشت داده میشه، موقعیت و تو میگه گل میشه. گل، چه گلی، چه دقیقه ای. توپ میخواد پشت محبت، پاسشون جالب نیست، از اون میرسه یه پرسپولیس تو زمین شده. حالا یه ریبان دروازه استقلال شد. من احمدزاده یه ارسال خطمان این رو زده سبا گل دوبا. گل دوبا برای پرسپولیس. فنی اونجا میده باستم خود مسلم و سلمان استارت میزنه، میفرسته روی دروازه، دروازه خالیه، یه زده سبا گل یو بره. میتونه خطرناک هم باشه، یه پاس پشت همه مدافعان استقلال، دو دماغان یک از سر تارمی حتی که مونه، یه پاس میده تارمی، پاس میده گل سوم، نه شهاب هم میشه. حالا
یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای خوب دیدیم صحنه های گل های چند بازی اخیر استقلال و پرسپولیس، بازی که این سلکشن از گل های پرسپولیس بود. خدا شکر ما الان متهم نمیتونیم بشیم، نه به استقلالی نه به پرسپولیسی. تقریبا برنامه رو یه جور تقسیم کردیم که هم استقلالی باشه هم پرسپولیسی. مهمون برنامه هم که شاهرخ بیانی عزیزه که هم پرسپولیسی ازش خاطر دارن هم استقلالی ها، و اینکه خیلی استقلالیه دیگه، خیلی هم خوبه. شاهرخ خان، ما تو تصاویری که شما صحبت میکردید چند تا عکس هم داشتیم از اون تیم رویایی که قهرمان آسیا شدید در پکن، با سیروس قایقران، خدا بیامرز و عابدزاده و محمد آقا پنجلی، اون تیم رویایی که داشتی. خاطره که خیلی زیاده، خاطره به یاد ماندنی بجز قهرمانی و مطمئنن اون بازی خاص کره که سیروس خان خدا بیامرز اون گل به یاد ماندنی زد، خاطره دارید که تا حالا تعریف نکرده باشین؟ حالا خاطره که همه بازیایی که ما بازی تیم ملی، مخصوصا بازیایی که پکن بعد 17 سال تیم ما قهرمان شد، ما با دست خالی خدای قهرمان شدیم. ما هر بازی که آقای نوآموز رئیس فدراسیون بود، یعنی چی باورش نمیشه، ما هر بازی که میبردیم 50 دلار به ما پول میدادن علی پروین. تازه ما بسی پولم از مردم بسیاری علاقه من بود که مثلا آشنا بود، مثلا 500,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000-300,000 تومان ما یه سری پول جمع کردیم که بچه ها میخواستم بیان پکن، مثلا نفری 100,000 تومان، 50,000 تومان به خانواداش به بچه ها کمک کرد. یعنی یه چیزی بود که ما موقعی هم که اومدیم به علی آقا گفتیم آقای نوآموز اومد، گفتیم آقا این بچه ها اومدن فینال، شما پول نهید؟ گفت من پول نیوردم، ایشالا میریم تهران بهتران. ما کل پولمونی که قهرمان شدیم 250 دلار به ما دادن. یعنی الان اینا وقتی من یادش میفتم الان چجوری فوتبال، اون موقع چجوری بود. الان تیم ملی میرفت تو دوره کروش، هر بازی که میکرد هر بازیکن 10,000 دلار فقط پاداش میگرد. بله دوران ما فوتبال واقعا مجانی بود و هیچ چیزی هم نبود. یعنی ما هم دوست داشتیم به خاطر مملکت رو بازی میکردیم، یعنی دنبال پول نبودیم. ولی بخوام بگم فرق الان با اون موقع زمان ما اصلا قابل قیاس نیست. ماساژور نداشتیم، دکتر آنچنانی نداشتیم، مثلا دکتر جراح بود آورده بودم سر تیم ملی ما. یعنی میخوام بگم هیچ امکاناتی تو تیم ملی ما نبود. شارو خان و این که دیگه بچه ها بازی و اینکه این بازی دربی بازی کنن شد. آره واقعا یه خاطره به یاد ماندنی بود اون تیمه که قرار دقیقاً الان داریم اون صحنه رو میبینیم که علی آقای پروین به قول پرسپولیسی سلطان علی پروین و شاهرخ‌های بیانی، مجید نامجو مطلق یکی از تکنیک ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ما، شاهین بیانی، آقا مهدی فونی‌زاده هم که با اون قد و قواره خاصش از 10 کیلومتری معلومه دیگه. شاهرخ، بازی پس فردا بازیکن تعیین کننده ای که شما فکر میکنید که ممکنه بتونه که نتیجه بازی رو عوض کنه، هم تو پرسپولیس هم تو استقلال، به نظرت شما کیه؟ من نمیتونم اسم ببرم، ولی خب الان علی پور تو پرسپولیس خیلی بازیکن عالی شا، بازیکن بسیار خوبیه. تیمایی که تو پرسپولیس رو میگم، تو تیم ما هم که حالا این یارو اسماعیلی، چون اختاره حالا داورم اونجوری اشتباه کرد که کارت قرمز داد، ولی خب حالا الان دیگه خارجیمون هم که میگن آسیب دیده، من نمیدونم فکر کنم این بازیکن تبریزی اگه بازی کنه میتونه خطرناک باشه واسه تیم پرسپولیس، چون یه ذره بازیکن با تجربه یه تو خط فوروارد اگه سانت بازی کنه میتونه. شاهرخ شما هم استقلال بودید هم پرسپولیس هم تیم ملی، تقریبا پنالتی زن اول تیم بودید، حالا آقا مشتاق محرمی هم بود، شما هم بودید، اصلا پنالتی از دست دادید آقا دوران بازیگریتون مخصوصا تو بازی حساس اس فش اسمالی آورده. البته فردا من فکر میکنم ختم به خیر میشه، یه جوری به هر حال سنبلکاری میشه و چون این وری هم راحت باشن اون وری هم راحت باشن یه جوری جمع میشه، فش اسمالی بازی میکنه، ولی اینکه حتی پرسپولیس فکر کنم خوشحالن دیگه اگر پنالتی بشه اون بزنه. شما اصلا پنالتی از دست دادید تو بازی حساس؟ من یه دونه دادم که اونم خودم گفتم نمیزنم، چون تمام پنالتی تیم ملی و باشگاهی رو من خودم میزدم. جام حذفی بود با ملوان داشتیم،
از اولش گفتم یا میدونی که پنالتی زنه 5 تا تیم یا اولی خیلی سخته یکی آخری. من از اولش که آقای منظورمی گفتم که آقا من نمیزنم، گفتش باش دیگه. پنالتی پنجم مساوی شدیم با ملوا. تنها پنالتی که من خراب کردم خورد به تیر دروازه. پنالتی ششم اومد به من گفت آقا هیچی نمیزنه، باید بریم پول بزنم. گفتم پرویز که من میزنم تو اوتا، من هنوز شرایط روحیم خوب نیستم. اصلا خودم مثل که میدونستم که این پنالتی گل نمیشه. پرویز خان گفت آقا برو بزن تو اوتا، هیچ که حاضر نیست بره پشت تو. ما اومدیم زدیم به تیر دروازه. تنها پنالتی بود که من خورد به تیر دروازه. ملوان اون سال قهرمان شد جام حذفی. شاروخ خان باعث تمام پنالتی تیم ملی و تیمای باشگاهی من همه پنالتی میزنم. الحمدلله هم گل کردم. خب شاروخ خان باعث افتخار بود که هم صحبت شدم با شما. ممنون که وقت دادید به برنامه خودتون خط قرمز. ساعتتون بالا سر فوتبال باشه. امیدواریم که اتفاقاتی در آینده بیفته که شما رو که دیگه حسرت دیدنتون تو مستطیل سبز رو داریم، ولی روی نیمکت مربیگری تو تیم‌های پرطرفدار ایرانی خصوصا استقلال شما رو ببینیم. مواظب خودتون باشید. ممنونم ازتون. سپاسگزارم ازتون. منم ممنونم. سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشین. موفقم باشین. ممنون بینندگان عزیز. برنامه خودتون خط قرمز انتخاب کردید. 48 ساعت کمتر از 48 ساعت دیگه بازی استقلال پرسپولیس. این که نفسها یواش یواش مخصوصا تهران تو سینه حبس شده، با هم دیگه دعا بکنیم که مرگ و میر نداشته باشیم دیگه تو این بازی حداقل. موضوع خودتون باشید. خدا نگهدارتون.